در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از دعوت به موج جدید تظاهرات در میانمار، رد پیشنهاد آتش‌بس آمریکا توسط انصار الله، پرداخت غرامت چند میلیون دلاری به خانواده جورج فلوید، رأی اعتماد به دولت لیبی و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 23 اسفند، تعداد مبتلایان کووید 19 در جهان از 119 میلیون و 700 هزار نفر عبور کرد و شمار قربانیان به 2 میلیون و 655 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 96.5 میلیون نفر از کرونا بهبود یافتند. شمار کلی مبتلایان کووید 19 در آمریکا در حالی به مرز 30 میلیون نفر نزدیک می شود که شناسایی مبتلایان و ثبت فوتی های روزانه این کشور همچنان روندی کاهشی دارد. اما تعداد فوتی های برزیل به بیش از 2000 نفر در هر روز رسیده و این کشور هم اکنون شرایط وخیمی از بحران کرونا را تجربه می کند و در روزهای اخیر بیش از 80 هزار مبتلای روزانه را شناسایی کرده است. از سوی دیگر شمار مبتلایان روزانه روسیه برای نخستین بار در حدود 5 ماه اخیر به کمتر از 10 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. همزمان با عبور فرانسه از مرز 4 میلیون مبتلا، نخست وزیر این کشور شرایط پاریس از نظر شیوع کووید 19 را بسیار وخیم خواند. در هند هم به دنبال افزایش مجدد مبتلایان، ناگپور به نخستین شهر بزرگ این کشور تبدیل شد که مقررات منع عبور و مرور در آن اجرا می شود. رهبران آمریکا، استرالیا، هند و ژاپن در کنفرانس مجازی خود در قالب گروه 4 توافق کردند تا پایان سال 2022 دسترسی به حدود 1 میلیارد دوز واکسن کرونا برای بخش اعظمی از کشورهای آسیایی فراهم شود. دعوت به موج جدید تظاهرات در میانمار. همزمان با تعهد کشورهای آمریکا، هند، استرالیا و ژاپن برای بازگرداندن دموکراسی به میانمار با همکاری یکدیگر، فعالان این کشور از معترضان ضد کودتا خواستند موج جدیدی از تظاهرات را آغاز کنند. در تظاهرات جمعه شب دست کم 2 نفر از معترضان بر اثر اصابت گلوله پلیس کشته شدند تا مجموع کشته شدگان این تظاهرات به بیش از 70 نفر برسد. آنگ سان سوچی، رهبر پیشین میانمار که پس از کودتای ارتش برکنار شد، از سوی کودتاچیان با اتهام فساد مالی و دریافت 600 هزار دلار و 7 عدد شمش طلا به وزن حدود 12 کیلوگرم به عنوان رشوه روبرو شده است. رد پیشنهاد آتش‌بس آمریکا توسط انصار الله. محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله یمن، ضمن رد پیشنهاد آتش‌بس که توسط تیم لیندرکینگ نماینده آمریکا در یمن مطرح شده، گفته این پیشنهاد توطئه است که یمن را در وضعیتی بدتر قرار می‌دهد. سخنگوی انصارالله اعلام کرده در این پیشنهاد هیچ تغییر اساسی برای پایان دادن جنگ و لغو محاصره وجود ندارد، بلکه هدف آن تنها واگذار کردن امور به دست طرف دیگر است. از سوی دیگر رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نسبت به خطر وقوع بزرگترین قحطی تاریخ معاصر در یمن هشدار داده است. پرداخت غرامت 27 میلیون دلاری به خانواده جورج فلوید. طبق اعلام شورای شهر مینیاپولیس، خانواده جورج فلوید 27 میلیون دلار غرامت دریافت می‌کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که انتخاب اعضای هیئت منصفه دادگاه دریک شوین، افسر سابق اداره پلیس مینیاپولیس و متهم پرونده قتل فلوید همچنان ادامه دارد. شوین در ماه می سال 2020 زانوی خود را حدود 9 دقیقه روی گردن جورج فلوید فشار داد و باعث مرگ او شد. پس از مرگ فلوید، آمریکا برای چند ماه شاهد اعتراضات سراسری ضد نژاد پرستی بود. دادگاه رسیدگی به پرونده جورج فلوید از روز سه‌شنبه آغاز شده و انتظار می‌رود حکم نهایی دادرسی اوائل ماه آوریل اعلام شود. استقبال بین المللی از رأی اعتماد به دولت لیبی. کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا در بیانیه مشترک از رأی اعتماد پارلمان لیبی به دولت این کشور استقبال کردند. طبق این بیانیه، وظایف اساسی دولت جدید به ریاست نخست وزیر مکلف عبدالحمید دبیبه، سازماندهی انتخابات آزاد و منصفانه ریاست جمهوری و پارلمانی، انتقال قدرت به رهبران منتخب دموکراتیک در لیبی، اجرای کامل توافق آتش‌بس 23 اکتبر، آغاز روند آشتی ملی و تأمین نیازهای اساسی مردم این کشور اعلام شده است.
کشته شدن 65 فعال رسانه‌ای در سال 2020. طبق اعلام فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، 65 روزنامه نگار و فعال رسانه‌ای از کشورهای مختلف جهان در سال 2020 به قتل رسیدند. کشتار اصحاب رسانه در سال 2020 در 16 کشور جهان انجام شده و شامل حملات هدفمند، استفاده از بمب‌گذاری و تیراندازی می شود. کشورهای مکزیک، افغانستان و پاکستان به ترتیب با 14، 10 و 9 کشته در رأس فهرست منتشر شده از مرگ روزنامه نگاران قرار دارند.